در ذهن ما هست نمیتواند بود. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا تقدیم درود و احترام خدمتی که شما بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در برنامه بازشناسی باورها روز سه‌شنبه 16 آبان برابر با 7 ماه نوامبر در خدمت شما هستیم. در ذیل مطالبی که از مکس وبر در تمایز میان سیاستمدار حرفه‌ای با سیاستمدار تفننی به بحث پوپولیسم رسیدیم، یعنی آنچه که به عنوان عوامگرایی مطرح شد. در نوبت پیشین جنبه‌های از پوپولیسم رو بررسی کردیم و امروز به این مسئله ادامه خواهیم داد. اما قبل از ورود به بحث پوپولیسم، با توجه به اینکه امروز یک ماه از تهاجم حماس به اسرائیل گذشته و بعد از اون واکنش اسرائیل و مسائلی که کم و بیش یکایک شما عزیزان با او آشنا هستید، به یک مسئله بسیار پر اهمیت میرسیم که کوتاه سخنی در اون مورد خواهیم. ما قبل از وقوع این جنگ اشاره کردیم به بحث حقوق بشر دوستانه، یعنی حقوقی که در مخاصمات نظامی از سوی دولت‌ها باید رعایت بشه. و حقوق بشر دوستانه با حقوق بشر متفاوت. ما اشاره کردیم که در حقوق بشر دوستانه هم محدودیت نسبت به هدف‌ها وجود داره، یعنی جایی که شما اماکن و اشخاص غیر نظامی رو نمی توانید مورد حمله قرار بدید، و هم محدودیت نسبت به ابزار وجود داره، یعنی شما با هر سلاحی یا بمبی حق ندارید وارد جنگ بشید. حقوق بشر دوستانه سعی کرده مخاصمات جنگی رو که دیگه اجتناب ناپذیره تا حدودی انسانی تر کن. امروز در غزه وقایعی رخ میده با آن اینکه خب میبینید بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها مورد حمله قرار می‌گیره. حتی گاهی ماشین‌هایی که کارشون به ظاهر خدمات درمانی است، مثل آمبولانس‌ها و ماشین‌های درمانی. و این مسئله خب در رسانه‌ها خیلی بازتاب پیدا کرد که چگونه شما می‌توانید اینها رو هضم کنید که به غیر نظامیان آسیب برسه. طبیعیه، در هیچ جنگی نیست که به غیر نظامیان آسیب نرسه، اما حتی الامکان باید مانع از این مسئله شد. در درون این فضای رسانه‌ای خب بخشایی وجود داره که اهمیت داره برای ما، با اون این که در درون یک تفکر یا ایدئولوژی برای یک چنین مسائلی چه پاسخهایی داده میشه. آیا جان غیر نظامیان محترمه یا خیر؟ این درسته که گروه هایی مثل حماس هم سعی می کنن فضایی رو ایجاد بکنن که از یک جنگ کلاسیک به معنای خاصش پرهیز بکنن، ادوات نظامی خودشون رو، تشکیلات خودشون رو ببرن در اماکنی که اماکن نظامی نیستن، مثل مدارس، مثل بیمارستان ها، مثل اماکن مذهبی، و از اونجا با اون پوششی که ایجاد میشه سعی کنن کارهای خاص خودشون رو انجام بدن، و اگر نیروی مقابل بیمارستانها رو مورد ضربه قرار بده، مساجد رو تخریب کنه، بمبی بر سر مدرسه بندازه، اعلام کنن که بفرمایید اینها حقوق بشر دوستانه رعایت نمی کنن و به اماکنی حمله می کنن که این اماکن غیر نظامی است. در حالی که ما میدونیم طبق گزارشاتی که وجود داره و سوابق ایدئولوژیک اونها، اینها پوششی است برای اینکه سعی بکنن از اون اماکن استفاده کنن، و این کار حماس یک کار غیر اخلاقی و غیر انسانی است. و از آن طرف هم اسرائیل این وظیفه رو داره که برای بمباران این اماکن تمهیدات لازم رو انجام بده که کمترین آسیب
به مردم غیر نظامی برسه. ما اخیرا در فضای رسانه‌ای یک سخنرانی از خمینی پخش شده و آنی که ایشان اشاره میکنه که بله، اگر در یک حمله‌ای کفار مسلمانان رو به عنوان سپر انسانی بگیرن، ما میتونیم اون نیروهای مسلمان رو هم بکشیم، با اینکه غیر نظامی هن. با اینکه در مسائل نظامی دخیل نیست، اما چون کفار اونها رو سپر انسانی کردن، ما میتونیم اونها رو بکشیم. اون کشته شدگان هم به بهشت میرن، شهید هستن و مسئولیتی نداره. بسیاری از افراد سعی کردن این مسئله رو به نوعی در برابر فضایی که الان حاکم هست به کار ببرن و بگن ببینید این خود ایدئولوژی همین افراده که بیگناهان رو هم میکشن، چون معتقدن اینها در جنگ به هر حال به عنوان سپر انسانی ازشون استفاده شده و ما چون یه اولویتی داریم و اون حذف نیروی نظامی هست، بنابراین سپر انسانی او هم باید برداشته بشه. اما این اندیشه از خمینی است یا نه، برمیگرده به یه ایدئولوژی که خمینی فقط مجری اونه، زبان اونه، اون رو بازخوانی میکنه. و یک روایتی داریم در جهان تشیع که تبدیل هم تقریبا شده به قاعده به نام تترس، که من این روایت رو میخونم و بعد نگاه میکنیم که اتفاقا ایدئولوژی خود مسلمانان، اون باور و عقیده شیعیان، همین رفتاری که داره رخ میده رو تایید میکنه. یعنی اگر معیار دوگانه رو کنار بذاریم، طبق دستور العمل اینها کشتن کودکان و زنانی که سپر انسانی حماس شدن ایرادی نداره، چون خودشون اگر پاش برسه این کار رو خواهند کرد. تترس به معنای حفاظ، پوششه، یعنی انسانهایی که به عنوان حفاظ و پوشش به عنوان سپر انسانی کفار قرار میگیرن یا نیروهای دیگر قرار میگیرن. اجازه بدید روایتش رو بخونیم. خب، روایت از امام صادق حر عاملی در وسائل شیعه این رو آوردیم. سوال میکنن از امام صادق: شهری که مردمش محارب و با مسلمانان در حال جنگ هستند، آیا میشود آنان را با رها کردن آب، یعنی سیلی جاری بکنیم، یا سوزاندن، یعنی اون شهر رو بسوزونیمش، خونه رو بسوزونیم، یا پرتاب سنگ به وسیله منجنیق، همون چیزی که امروزه در قالب بمب و اینها میریزن، پشت، آیا میشه اینا رو با این وسیله ها بکشیم؟ در صورتی که میان آنان زنان و کودکان و پیران و همچنین اسیران از مسلمانان و اهل تجارت وجود داشته باشند، یعنی کسانی که نظامی نیستن، از کودک گرفته تا پیرمرد، حتی اگه مسلمون باشن. امام صادق علیه السلام فرمود: به خاطر چنین افرادی نباید از کشتن دشمنان و دست یافتن به پیروزی صرف نظر کرد. می توان تمامی راه‌های مذکور، یعنی هم به آب بستن یعنی سیل، هم سوزاندن، هم پرتاب منجنیق، در واقع سنگ از منجنیق، در سؤال را برای نابودی دشمن انجام داد. و اگر مسلمان ها در جنگ کشته شدن، دیه و کفاره ند. وسائل شیعه حر عاملی، جلد 11 صفحه 46. در واقع این قاعده تترس در تفکر دینی وجود داره که شما برای کشتن کفار، حتی اگه زن و بچه مسلمان هم بین اونها بود، بکش. حالا دیگه زن و بچه کفار بودن که اصلا محلی از سوال نداره، بله اونها ملحق به پدرانشونن. یعنی یک انسان اگر این معیار دوگانه رو کنار بذاره، میبینه حقوق بشر دوستانه در اسلام همین هاییست که امام صادق داره میگه. اینا باور خمینی نیست،
این اندیشه های جنایتکارانه صرفا از ذهن خمینی بیرون نیامده. سالها قبل امامان شیعه اینها رو بیان کردن، اجرا شده، محدثان بزرگی مثل حره عاملی و دیگران اینها رو در کتابهای خودشون آوردن و خمینی و خدمتگزاران این ایدئولوژی از اونها بهره می‌برد. پس این باوری که شما امروز می‌بینید دست به انواع جنایت‌ها بر کودکان و زنان مردم می‌زنه همینه. حماسی که وارد اسرائیل میشه به جای اینکه نظامیان رو بکشه به یک مجلس شادی میره، زنان و کودکان رو میکشه، عده‌ای از اونها رو اسیر میگیره و میاره، بر اساس همین دیدگاه عمل میکنه که اینها همه عوامل کفرن، اینها ملحق به همون نظامیانن، اینها ملحق به همون پدرانشونن. برای همین اگر ما سینما رو میسوزونیم زنان و کودکان کشته میشن، اگر ما در داخل اتوبوس بمب میگذاریم، برای اینکه کشتن کودکان و بیگناهان قبلا در گفتمان و ایدئولوژی اینها تئوریزه شده است. این خامخیالی است. همین روایت ها رو که میخوانیم گده میگن آقا اسلام هراسی نکن. آیا واقعا هراسناک نیست این اندیشه ها؟ مواجه شدن با واقعیت همینه. در واقع این شعار اسلام هراسی برای این است که مانع بشیم حقایق اسلام روشن بشه. از قبل این تفکر شما چه چیزی بیرون میارید؟ فرض کنید جای حماس و اسرائیل عوض شده بود، یعنی اون ادوات و ابزار نظامی رو حماس داشت و اسرائیل فاقد اون ابزارها. شما فکر میکنید حماس از کشتن زنان و کودکان عبا داشت؟ از اینکه بمبی رو کورکورانه بر سر مردم بریزه عبا داشت؟ مگه الان خونپاره و راکت پراکنی حماس برای کجا هاست؟ برای مردم شهرهای تل‌آویو و جاهای دیگه است دیگه. فکر کنید اینها همون بمب‌های هدایت شونده رو هم داشتن و چیزهای مختلف. بنابراین بسیار اهمیت داره. کارل ریموند پوپر یه تعبیر جالبی داره، میگه شما نگاه نکنید چه کسی چه ابزاری دستشه، نگاه کنید طرز تفکرش چیه، ایدئولوژیش چیه. برخی از کشورها بمب‌های بسیار قدرتمند دارن، ادوات نظامی بسیار قوی دارن، اما چون در تفکرشون اینه که اینها بازدارندن نه تهاجمی، اگر به اونها حمله نشه ازش استفاده نمی‌کنن. اما وقتی ایدئولوژی شما این است که من باید دست به صدور انقلاب بزنم، از کربلا برم تا قدس، اسرائیل رو در فلان سال محو کنم، شما حتی اگر یک بمب کوچک هم داشته باشیم رو در اتوبوس به کار می‌ندازیم، اگر یه چاقوی ساده داشته باشیم اون رو در یک زن یا یک مرد یهودی یا اسرائیلی به کار میبری. بنابراین ایدئولوژی باورها گفتمانها هستند که سر و شکل میدن به رفتارهای اجتماعی ما. این تفکرات که خطرناکه. بنابراین اگر خمینی ها یا افرادی از این دست چون این فتواهایی میدن و ما با تعجب نگاه میکنیم و اون رو حاصل اندیشه شخص خمینی میدانیم، میگه با هر آدم جنایتکاریست. چه کسی چنین حکمی میده؟ کمی برگردیم عقب ببینیم این فتوا یا دستور خمینی حاصل یک نصیست. این آقای تنها آلترناتیو که اشاره میکنه اگه قرار اسلام ستیزی باشد جمهوری اسلامی بماند بهتره، دانش لازم رو در مورد این ایدئولوژی نداره، نمیدونه که اینا از چه ابزارهایی برای نابودی تمدن، انسانیت و اخلاق استفاده میکنن.
اینها در نزدشون تئوریزه شده است، فکر شده است، حاصل فرقه تبهکار نیست، حاصل ایدئولوژی تبهکاری است. اگر نیست بفرمایید اینها رو برای ما توضیح بکنید. اون چیزی که در عین داریم میبینیم هرچند مورد تایید نیست، عرض کردم کشتن زنان و کودکان کاملا محکومه، اما در تفکر اینها وجود داره. اما چون امروز زنان و کودکان فلسطینی کشته میشن، اون رو در رسانه ها تبلیغات میکنن که ببینید چه جنایتی میکنن. همین جنایت و عمل جنایتکارانه در ایدئولوژیشون از سوی اسوه و الگوی حسنهشون به رسمیت شناخته شده. حتی اگه شد بسوزانید، سیل جاری کنید، با سنگ و منجنیق بزنید، هیچ ایرادی هم. از این مسئله تطرس رو امیدوارم به خاطر بسپرید که اگر روزی این مسلمانان آمدن پای حصار شما، از این کارها خواهند کرد. برگردیم به سر مسئله پوپولیسم. دلیل این که ما به پوپولیسم میپردازیم این است که پوپولیسم داره خطراتی است. یعنی یک جامعه پوپولیستی و یک شخص پوپولیست در نهایت میتونه خطراتی رو متوجه یک کشور کنه. ولی خطری که پوپولیسم میتونه سبب بشه ایجاد توتالیتاریسمه، یعنی ایجاد یک دولت فراگیره. یعنی یک پوپولیست سعی میکنه تمام ساختارهای قانونی جامعه رو به بهانه اینکه اینها مانعی هستند برای شنیدن صدای مردم، تحقق امیال مردم و مورد مطالبه مردم نیست، حذف کنه. و میگه آقا این صدای منه، منم نماینده ملتم. بنابراین در همه شؤون زندگی مردم سعی میکنه دخالت. دومین خطر نفی تخصصه. حالا این تخصص ممکنه در مورد حزب احزاب باشه، چون اینها رو نمایندگان بخش خاصی از جامعه میدونه، هم میتونه تبدیل بکنه به برنامه هایی که برای مردم مهمه اما کارشناسی نشده در مجلس یا در جاهای دیگه، به بهانه های مختلف اونها رو حذف کنه و بگه وقتی ما صدای مردم رو داریم میشنویم دیگه چه نیازی هست که شما نماینده باشید در مجلس؟ وقتی مردم میخوان که ما وارد این فضا بشیم، بجنگیم، بکشیم، شما چرا دائم کارشکنی میکنید؟ وقتی مردم ما انرژی هسته‌ای میخوان، شما چه نیازی که به ما یادآوری بکنید که اگر به دنبال انرژی هسته‌ای باشیم تحریم میشیم، برای ما دشواری های ایجاد میشه؟ اگه مردم ما میخوان جنگ جنگ تا پیروزی باشه، شما چرا میگید باید قطعنامه ها رو بپذیریم صلح بکنیم؟ دقیق فهمیدید؟ یعنی دیگه تخصص کنار میره. اگه نخبه ای حرفی میزنه، یه کارشناسی میگه آقا استعداد ما این نیست، این شعاری که شما بنابر میل مردم میدید که باید صدام رو بندازیم بریم تا قدس، قدس رو بگیریم آزاد کنیم، این با استعداد مالی و منابع انسانی ما همخوان نیست، این شعار پوپولیستی است. و از قبل این شعار پوپولیستی چه جان انسان ها گرفته شد؟ چرا؟ چون تخصص نبوده، چون کسی جرأت نداشته به این آقا یادآوری کنه که ما توانشو نداریم. ادامه دادن این راه غلطه، میتونه مشکلات بزرگی رو برای ما ایجاد کنه. با ایجاد پوپولیسم شما یک جامعه ناآگاه پیدا خواهید کرد، چون تخصص از بین میره، صداهایی که به نوعی اشکالات مردم رو میگه از بین میره، احزاب و گروه هایی که نشان میدن اون شعارهای پوپولیستی بر خطاست از بین میره، و آرام آرام شما آگاهی های جامعه رو میبینید که افت میکنه. شعارها سطحی میشه، مطالبات سطحی میشه، وعده هایی که داده میشه دیگه نیاز به راستی آزمایی نداره. به همین دلیلی که در سیستم های پوپولیستی نخبگان، روشن فکران و اندیشمندان حذف میشن، چون نیاز به تفکر نیست. مردم هر چی خواستن ما انجام میدیم، مثل اینکه یه کودکی هر چی خواست پدر بگه بله چش، در حالی که بعضی از اون خواسته ها خطا است و این رو نخبگان جامعه باید متذکر بشن.
دوستی با این دولت یا دشمنی با اون دولت چه اندازه خسارت برای ما داره؟ وقتی از در سفارت میری بالا، وقتی نگاهت پوپولیستیه، میگی این انقلاب از اون انقلاب اول مهمتره، در حالی که اگر نگاهت منطقی باشه میگی آقا بیایید بیرون، فردا همون ایالات متحده ما رو تحریم میکنه، دچار مشکل میشه. هزینه بالا رفتن از سفارت امریکا برای ما چقدر بوده؟ اگر خمینی آن زمان شعار پوپولیستی نمیداد، با خواست نامطلوب دانشجویان پیرو به خط امام و اینها همراه نمیشد، چه واسه این مشکلات وجود نداشت، جنگ پیش نمی آمد، دشوار بود، هرچند نمیشه دقیق گفت، اما وقتی شما دشمنی رو آغاز میکنی تحریم ها آغاز میشه. از قبل تحریم ها وقتی پشتوانتون ضعیفه در سطح بین الملل، کشور دیگری مثل عراق سعی میکنه به شما حمله بکنه، نیروهاتون از بین بره، سرمایه های انسانی و مالیتون از بین بره. چرا؟ چون یه سیاست مداری با یک رفتار پوپولیستی سعی میکنه حرکت غلط یک گروهی رو در درون جامعه تایید کنه. آقای صدای مردمه، مگه میشه با مردم نبود؟ بله، یه زمانی شما باید نشون بدید که این مطالبه شما مردم اشتباه است. دیگر مسئله ای که پوپولیست برای ما برمغان میاره فرافکنی است، چون یه وعده هایی میده و میگه من این وعده ها رو در اسرع وقت برای شما محقق میکنم، اما به مرور دچار مشکل میشه، شروع به فرافکنی میکنه، دشمنان ما نذاشت، یا شروع میکنه به جنگیدن رو کشورهای دیگه که افکار رو منحرف کنه به سمت دیگری، که آقا وعده هامون چی شد؟ میگه خب جنگه، درسته ما میخواستیم ایران رو گلستان کنیم برای شما، برق رو مجانی کنیم، اتوبوس رو مجانی کنیم، اما الان جنگه. در درون هم فضایی ایجاد میشه که نخبگان، روشنفکران، احزاب، مطبوعات به عنوان دشمن شناخته بشن. شما در فضای پوپولیستی ایتالیا و آلمان، شوروی کمونیستی، جمهوری اسلامی، شما چه میدیدید؟ پر از دشمن. هر کسی دشمنان خاصش رو داشت. نازی ها، یهودیان و کمونیست ها دشمنش بود. در شوروی کمونیستی سرمایه داران، اونهایی که نمایندگان امپریالیست بودن، دشمنان. از جمهوری اسلامی روشنفکران، نخبگان، بهائیان، یهودیان، اهل سنت، همه دشمن. بنابراین طبیعی است که در این فضا وقتی شما نگاه میکنید چه خطراتی به دنبال داره. ما قبل از 57 این خطرات رو داشتیم. پادشاهی که تخصص محور نبود. اقتصاددانان میگفتن آقا این غلطه. میگفت آقا شما نمیفهمید. من میفهمم، من تشخیص میدم که سیاست باید اینطوری باشه، اقتصاد باید اینطوری باشه. مجلس یا گروه های دیگر میگفتن آقا این روشش نیست. میگفت نه خیر، شما نمیفهمید، من میفهمم. یه طرحی میداد، میگفت انقلاب شاه و مردم، این شعار پوپولیستی یعنی هم. آقای اسدالله علم در خاطرات خودش مینویسه، یک موضوعی پیش آمد در مورد جزایر سگانه جنوب، ما به اعلی حضرت گفتیم آقا این کار باید مطالعه بشه، یعنی کسانی که در وزارت خارجه هستن، کسانی که سیاست بین الملل رو میفهمن، بیان بنشینن بررسی کنن که ما چه موضعی باید بگیریم. و در نهایت آقای علم میگه، میگه آقا هر چیزی که اسم مطالعه داره شاه رو ناراحت میکنه. چرا؟ چون تخصص محور نیست، پوپولیسته، یا با موج درون یا با موج بیرون همراه میشه. ادوات نظامی خریداری میشد. فرمانده نیرو هوایی نمیدونست.
فقط بهش گزارش میدادن که ما این هم فروند فلان خریدیم. در امور نفت شخص وزیر نفت خبر نداشت که اصلا داستان چیه. چرا؟ چون خود اعلی حضرت بلد بود، همه چی رو میدونست، با کشورهای دیگه صحبت میکرد. خب عرض کنم پوپولیستی نگاه کردن در نهایت برای کشور فاجعه به بار میاره، چون یک انسان پوپولیست میگه خب مردم دارن با من حرف میزنن، نیاز به حزب ندارم، نیاز به تخصص ندارم. نخبگان و روشنفکران یعنی چی؟ شما در زمان رژیم گذشته ببینید چقدر برای روشنفکران سخن گفته میشد. حالا نه اینکه روشنفکران بلد نبودن یا فلان بودن، بله روشنفکرانی داشتیم که متأسفانه روشنفکر نبودن. ما یک حکم کلی صادر میشد، همه حذف میشدن. دو تا روشنفکر درست حسابی هم تو اون مملکت نمیتونست حرفشو بزنه. دو تا مشاور اقتصادی قوی هم نمیتونست حرفشو بزنه، چون به کار نمی اومد. بنابراین وقتی این فضا آماده نمیشه، عواقب خطرناکی برای کشور داریم. همین دلیله که اهمیت شناخت پوپولیسم امروز برای ما خیلی مهمه. حتی امروز در مبارزه با جمهوری اسلامی هم شناخت پوپولیسم اهمیت داره. گروهی که اپوزیسیونن، حالا هر گروهی فرق نمی‌کنه، رفتارهای پوپولیستی انجام میده. اینا اگه فردا قدرت بگیرن هم همین روش رو با شدت بیشتری انجام میدن، چون رسانه های بیشتری در اختیار دارن، ثروت و سرمایه بیشتری در اختیار دارن، ساختارها و ابزارهای قانونی و اجرایی در اختیار دارن و به همون سیاست دامن میزن. ماکس وبر عوامگرایی، یعنی اون بحثی که ما عرض کردیم، پوپولیسم رو که به شکل منفیش مد نظر ما هست، به عنوان یکی از رفتارهای نادرستی که یک سیاستمدار حرفی انجام نمیده نام میبره. خب ویژگی های دیگر پوپولیسم چیست؟ عدم تحزب، عرض کردیم. در جوامع مدرن حزب محلی است که شما برای کسب قدرت سیاسی ایجاد میکنید. خود احزاب برگرفته و ساخته شده از مطالبات مردمه، یعنی در درون جامعه گروهی هستن مطالباتی دارن، میخوان پیگیر مطالباتشون باشن، حالا کارگرن فرضاً. در کنار سندیکا و اصنافی که دارن، میخوان از طریق اجرایی هم وارد داستان بشن، یعنی بیان در انتخابات شرکت کنن، نمایندگانشون برن در مجلس، کرسی های مجلس رو تصاحب کنن و بعد قوانینی رو به نفع کارگران تصویب کنن. مثلا بیمه رو افزایش بدن، ساعت کار رو، مرخصی رو، اینا رو تغییر بدن که به نفع کارگر بشه. بنابراین حزب کارگر شکل میگیره که خواستگاش مطالبات کارگران. گروهی در درون جامعه هستن خواستار حفظ وضع موجودن یا به نوعی تغییرات اندک، گرایش های سنتی دارن. خب حزبی به نام محافظه کار با دیدگاه های محافظه کارانه می سازن. به همین ترتیب احزابی که لیبرالن و احزابی که مربوط به سوسیالیست و چیزهای دیگه هستن، بنابر اون مطالبات شکل می گیرن. پس احزاب در درون هر سیستمی نمایانگر مطالباتی است که اعضای اون حزب دارن. در کنار این احزاب یه ویژگی هایی هم دارن که بسیار کمک کننده است. از جمله احزاب سبب بالا رفتن آگاهی مردم میشه. یعنی شما وقتی یه حزبی دارید، یه برنامه هایی داره در اصول خودش، در مانیفست خودش، در منشور خودش، سعی میکنه اونها رو تبیین کنه و این تبیین کردن نیاز داره که شما مثلا برنامه های یک حزب دیگر رو نقد میکنید، برنامه حزب خودتون رو تثبیت میکنی، تحکیم میکنی. گاهی نمایندگان احزاب وارد مناظره میشن. در درون هر حزب جناهای مختلف وجود داره، اونها با هم گفتگو میکنن و از قبل این گفتگو مردمی که بیرون نشستن متوجه میشن که آها، پس در درون حزب کارگر ما جناهای مختلف داریم. یک، که برنامه هاشون متفاوته. دوم این که حزب کارگر هم با حزب دیگر برنامه‌اش متفاوته، دیدگاه‌های خودش رو تبیین می‌کنه.
دیدگاه حزب دیگر رو نفی کرد. این سبب رشد و آگاهی فکری در اون جامعه میشه. دومین کاری که احزاب انجام میدن اینه که کادرهای آینده دولت یا مجلس رو تربیت میکنن. یعنی شما فرض کنید من ایمان سلیمانی امیری در یک حزبی مشغول به کار هستم، حالا حزب الف با منشور و اصول و دیدگاه خودش. این حزب پر است از اعضا، گروه های مختلف توش هست، از پزشکان، مهندسان، محصلین، دانشجویان، زنان، همه اقشار جامعه که دیدگاهشون با اون حزب همخوانی داره عضو میشن. در میتینگ های حزبی، در جلسات حزبی، از طریق ارگان ها، رسانه ها، مطبوعات، تلویزیون، گروه های مختلف همدیگر میشناسن. افراد مختلف با هم آشنا میشن. لیاقت، توانایی و شایستگی هاشون مشخص میشه که بر اساس همون مانیفست یا اصول با همدیگه متحد شدن. وقتی این حزب نمایندش در انتخابات ریاست جمهوری برنده میشه، به راحتی از اعضای حزب خودش کادرها رو برمیگزینه. یعنی وزیر آموزش و پرورش رو دیگه نمیره تو خیابون بگرده یکی رو پیدا کنه، بلکه قبلا با آقای فلانی یا خانم فلانی در حزب خودش آشناه، او نسبت به آموزش و پرورش به دلیل شغلی که داره آشنایی داره، نسبت به مطالعاتش آشنایی داره، برنامه های او رو قبلا در حزب شنیده، او رو به عنوان وزیر آموزش و پرورش تعیین کرده، آقای فلانی رو به عنوان وزیر علوم تعیین کرده، یکی دیگر رو به عنوان وزیر کار تعیین کرده. وقتی حزب وجود نداره، شما باید تو خیابونا دنبال مردم بگردید. یه استاد دانشگاهی رو پیدا کنم که اصلا معلوم نیست عقیدهش، اندیشهاش، نوع نگاهش با من در کلیت و جزئیات یکسان هست یا نفرش دارم بیارم سر کار. یا اگه نه، خب از بستگان خودم، پسرعموی، پسردایی، دختر خاله، یکی رو انتخاب کنم، او رو بیارم. حزب سبب میشه که کادرهای مدیریتی آینده تربیت بشن. در ایران ما متاسفانه چون کار حزبی وجود نداره، وزرا همه تعیین شده از سوی منابع قدرت هم. رهبر یه 7 رو معرفی میکنه، سپاه یه 4-5 نفر رو معرفی میکنه، وزارت اطلاعات همینطور، یا اون آقا هم که حالا اومده فقط یه 4 سال به عنوان رئیس جمهور یک پست رو میخورش اختصاص بده، وگرنه کار اجرایی چندانی که ازش بر نمیاد. در سطح پایین در ادارات فقط بستگان خودشو میتونه به کار مشغول بکنه و دیگه بعد از 4 سال یا 8 سال هم دیگه میره سراغ زندگی خودش و البته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میشه. اما در جهان غرب تحزب به عنوان یک منبع ساخت نیروهای متخصص برای جامعه هست، چه در دولت، چه در مجلس، چه حتی در جغرافی های کوچکتر مثل استان ها، شهرستان ها. دیگر کاری که حزب انجام میده حمایت از شخصی است که بر مسند قدرت نشسته. یعنی وقتی من رئیس جمهوری هستم برآمده از یک حزب، یا نخست وزیری هستم برآمده از یک حزب، به راحتی هر کسی نمیتونه جایگاه من رو متزلزل کنه، چون یک حزب پشت سر منه، حزبی که در انتخابات بیشترین رأی رو تونسته جذب کنه، کادرهایی که از من حمایت میکنن. یکی از نقاط ضعف رؤسای جمهور در سیستم جمهوری اسلامی اینه که رؤسای جمهورش هیچگاه حزبی نبودن. ابوالحسن بنی صدر پایگاه حزبی نداشت، همین دلیل بود که مجلس به راحتی تونست او رو کنار بزنه. محمود احمدی‌نژاد پایگاه حزبی نداشت. ابراهیم رئیسی از قوه قضاییه میاد، به راحتی نه در حزبی بوده نه در جایی بوده. حسن روحانی نه در حزبی بوده نه در جایی بوده، چون پایگاه نداره، به راحتی میشه اونها رو کنار زد، حذف کرد، پایگاهشون سست. دیگر ویژگی احزاب اینه که شما از قبل
عضویت گروه های مختلف و منابع مالی دارید، شفاف سازی میکنید، ایجاد رسانه میکنید، در واقع یک ساختارهایی رو میسازی که بسیار پردوامن و دیگران هم میتونن از قبل اون استفاده بکنن. پس به حزب یک پوپولیست بیتوجهه، چون نمیخواد کار تخصصی صورت بگیره، تضارب آرا رو نمیپذیره. عرض کردم توتالیتاریسم وقتی ایجاد میشه برای اینکه مانعی جلوش نیست، به راحتی میشه مردم رو توده ای کرد. امت فقط حزب الله، یه حزب داریم حزب الله، یه حزب داریم رستاخیز. خب مردم یه توده ای بشن، صحبتاشون از قبل حزب به ما میرسه، از طریق حزب هم به اونا دیکته میشه، در حالی که جامعه غیر پوپولیستی که اساسا یکی از ویژگی هایی که مانع از توتالیتاریسم میشه اینه که جامعه پایگاه هایی رو داره که اجازه نمیده یک انسان خودش رو فراتر از همه گروه ها بیاندیشه، جای اونها قرار بده، جای اونها تصمیم بگیره. همچین چیزی وجود نداره. همینه که اولین کاری که یک انسان پوپولیست میکنه تعصب رو مذموم میدونه، میگه اینا کارشکنن، اینا حامی منافع خاصی هستن، اما صدای مردم در خیابانه، صدای مردم رو باید از خیابان شنید. بارها به دکتر مصدق گفته بودن آقا یه حزبی بساز، تشکیلاتی رو ایجاد بکن. نه، ما حاصل گروهی رو تحت عنوان جبهه تشکیل داده بود. امروز هم اگر ما فشار میاریم بر نیروهای اپوزیسیون که احزاب خودتون رو بسازید، برای همینه. آقای فلانی، خانم فلانی، شما فرزند فردا اومدی در جریان نظام بعدی بعد از رفتن جمهوری اسلامی، کادرهای مدیریتیت کیان؟ مشاور اقتصادیتون کیه؟ منشور شما چیه؟ هیچ، نیاز نمیبینم، این فراحزبی هم. حالا امروز اشاره خواهیم کرد اگر فرصت بشه که این ریاکاریست، هیچ کس فراحزبی نیست. وقتی اشاره کردیم احزاب برگرفته نتیجه و برخواسته از مطالبات گروهی از مردمه، یعنی هیچ حزبی نمیتواند همه جامعه رو زیر پوشش خودش ببره. من همینه که در جهان غرب تعدد احزاب وجود داره، چون اگه یه حزب میتونست همه رو زیر پوشش خود ببره که دیگه تعدد احزاب شکل نمیگرفت و یه حزب بود تمام بود و رفت. ولی اونها دیدن نه، همچین چیزی نیست، هیچ حزبی نمیتونه، چون یه جایی تعارض پیدا میکنه، حقوق کارگر با حقوق سرمایه‌دار، محافظه‌کاران با کسانی که به دنبال تجدد و اندیشه‌های لیبرال هستن، نگاه سوسیالیستا با نگاه کپیتالیستا متفاوته. چطوری شما میخواین همین رو کنار هم جا بدی؟ یه مارکسیست، یه کمونیست نگاهش با یه آدم دیگه متفاوته، یه سنتگرا با تجددگرا نگاهش متفاوته. مگه میشه شما یه حزبی بسازی همه توش جا بشن؟ نشدنیست. بنابراین نادیده گرفتن حزب یکی از مهمترین مشکلات اندیشه های پوپولیستی و شخص پوپولیسته. دیگری عدم گفتمانه، نداشتن ایدئولوژی. شما از من سلیمانی سوال میکنی، سلیمانی تو دیدگاه در مورد سیاست چیه؟ چیکاره ای؟ میگه آقا من هم جمهوری خواهم، هم پادشاهی خواهم، هم در بین پادشاهی خواه مشروطه هم بود هستم، مطلقه هم بود هستم، اگر هم ولایت فقیه خواستید بازم هستم. این یعنی ریاکاری. شما نگاه خودت رو باید اشاره بکنی، گفتمان چیه؟ در درون گفتمان دال مرکزی چیه؟ دال مرکزی یعنی این که کدوم یکی از عناصر اجتماعی و مؤلفه های مهم در مرکز گفتمانت قرار داره؟ توسعه اقتصادیه؟ توسعه سیاسیه؟ عدالت اجتماعیه؟ چیه؟ کدومی که از ایناست؟ برنامه هاتون چیه؟
در برابر گفتمان دیگر چه چیزی داری؟ دال خالی گفتمان چیه؟ یعنی اون گفتمان جمهوری اسلامی مثلا حقوق بشر نداره، درسته؟ آیا گفتمان تو حقوق بشر داره که مردم رو جذب کنه؟ گفتمان دینی جمهوری اسلامی در اون دموکراسی وجود نداره. آیا در اندیشه تو دموکراسی وجود داره؟ سکولاریسم وجود داره؟ اون رو باید تبیین کنید. ما بدونیم دموکراسی کلیشه مبتذله یا اینکه نه یک مطالبه ای است که باید به عنوان پایه رسیدن به مطالبات دیگر باشه. وگرنه تو که میگی دموکراسی کلیشه مبتذله، خب چه فرقی با سید علی خامنه‌ای و خمینی داری؟ اونا هم همینجوری میگن. حالا باز تازه اونا نمیگن مبتذله، میگن ما مردم سالاری دینی داریم. یعنی این آقایی که میگه دموکراسی کلیشه مبتذله یک گام عقبتر از سید علی خامنه‌ایه. او دموکراسی رو میگه مردم سالاری، اما یه دینی اضافه میکنه که با گفتمان دینی او منطبقه. ما آدم داریم در این طرف داستان میگه اصلا اینا کلیشه مبتذلن، هیچ ما میخواستیم مثلش رو درست میکردیم، اسمش رو درست میکردیم. خب این گفتمان ها باید مشخص بشه. یا میترسیم از اینکه گفتمانمون رو ارائه کنیم، چون قطعا وقتی شما حرف میزنی دشمن پیدا میکنی. حالا سلیمانی امیری نقد دین میکنه، کلی از مسلمان ها دشمنش میشه. نقد جمهوری میکنه، خیلی از جمهوری خواهان مشکله. نقد پادشاهی بکنه، خیلی از پادشاهین. بله، ما خودشو نشون میده، یعنی میگه من کی هستم و چی میخوام. اگر حرف نزنم خب نشانه ترس منه. یک سیاست مدار حرفه‌ای برنامه‌اشو میگه، نباید بترسه. اگر میگه نه حرف بزنم خیلی ناراحت میشن، بهتره سکوت بکنم، خب چه فرقی کردی با خمینی؟ او هم اهل ریا بود، دروغ میگفت، میگفت خود ا کردی، تقیه کردی. خب شما هم خود ا میکنی، تقیه میکنی. خانم فلانی، آقای فلانی، شمایی که نشستید اونجا مدعی هستید که ما فلانی، خب بیاید برنامه‌تون رو بگید، گفتمانتون رو بگید. نمیخواد کسی ناراحت بشه؟ شما سیاست مدار حرفه‌ای نیستید، سیاست تفننی هستید. مثل یه استادیوم دوست دارید پرش بکنید، همه راضی باشن. کسی که میگه در گفتمان من همه افراد جا میگیرن دروغ میگه. در گفتمان هیچ کس همه افراد جا نمیگیرن، یه جاییش ارزش های اون شخص با افراد جامعه در تضاد قرار میگیره. منی که به دنبال دموکراسی هستم، آیا میتونم طرفداران استبداد رو راضی بکنم؟ نه، اونا میگن آقا جان مردم برخطان، جامعه ما رو امام باید هدایت، ولی فقیه باید هدایت، پادشاه باید هدایت. مردم چی کارن؟ مردم رعیت. مگه خامنه‌ای نمیگفت مردم که توانایی رو ندارن که همه پرسی بذاریم؟ مردم به منابع آگاهی دسترسی ندارن که همه پرسی بذاریم؟ دموکراسی از نظر او یعنی اینکه مردم تا یه سطحی میفهمن، بالاتر از اون سطح فقط من میفهمم، هیچ کی دیگه نمیفهم. همه پرسی کار مردم نیست، فقط من دستچین میکنم 6-7 تا آخوند و 3-4 تا مکلا رو کنار اونا میذارم، بفهمید از بین اینا یک انتخاب کنید. اینکه چه کسی میتونه رئیس جمهور بشه در وهله اول ولی فقیه میفهمه، منتها از بین اون 6-7 نفر شما مردم میتونید انتخاب کنید. دموکراسی یا مردم سالاری دینی این آقا اینطوری. خب یه دی دیگری دو دیگری نگاه میکنن و اتفاقا همین تفکره، یعنی عدم گفتمانی که مانع انقلابه، یعنی مردمی که در درون نمیدونن اونهایی که اپوزیسیون هستن چی میخوان ارائه کنن. من اگر این جمهوری اسلامی رو بندازم چی میخواد جاش بیاد؟ مردم در این ناآگاهی به سر میبرن. قشر خاکستری که میگن یا مردمی که وارد عرصه نشدن، خب دلیلی داره که وارد عرصه نشدن. دلیلش اینه که جلوی اونها تاریکه، روبروی اونها تاریکیه. میدونن جمهوری اسلامی جنایتکاره، فاسده، میگن خب حالا ما بریم در خیابان کشتن بشیم، بعد اون چی میخواد جاش بیاد؟ شما در گفتمان خودتون
باید نشان بدید چه چیزی رو عرضه می کنید که جمهوری اسلامی نمیتونه به شما بده. گفتمان شما چه خدماتی میده که جمهوری اسلامی نمیده؟ بهش میگه دال خالی. دال خالی گفتمان. مثلا سلیمانی امیری یه گفتمانی داره. فرزند در این گفتمان زنان و کارگران و اقشار سنتی جا نمیشن. درسته؟ کسی که میخواد با من رقابت بکنه، برنده بشه در مسابقه قدرت در حزب و گروه های انتخاباتی، در گفتمان خودش باید این دالهای خالی رو ارائه کنه. بگی ببینید سلیمانی که الان بر شما حکومت میکنه، نیمی از جامعه که زنان هستن رو نادیده گرفت. اما من حقوق شما رو برابر کردم با مردان. فرصت‌های برابر برای شما فراهم کردم. کارگران سلیمانی منافع سرمایه‌داران رو حفظ میکنه. اما در گفتمان من منافع شما کارگران لحاظ شده. سنت گرایان سلیمانی منافع شما رو زیر سوال برده. من این رو به شما عرضیم. بعد مردم وقتی این گفتمان ها رو کنار هم قرار میدن، میبینن منافعشون در اینه که به حزب بی رأی بدن، نه به حزب سلیمانی. تا وقتی این حزب دالهای خالی من رو نمایش نده، طبیعی مردم فقط منو دارن دیگه، کسی دیگه ای رو ندارن. آلترناتیو بودن بعد از این است که شما ایده های خودتون رو تولید میکنید و بعد مردم شما رو به عنوان آلترناتیو، یعنی جایگزین، بدل، بدیل در نظر میگیرن. خانم فلانی تنها آلترناتیو ماست. حالا نگاه میکنید تو خانم فلانی کی هست؟ گفتمانش چیه که شده آلترناتیو؟ یه چیزی ارائه نکرده که بدیل جمهوری اسلامی باشه. اون گفتمان ارائه کن. آقای فلانی بدیله، تنها آلترناتیو ماست. حالا نگاه میکنی میبینی اصلا این چیزی ارائه نکرده. اینا که عرض میکنم، یک سال از وقوع خیزش مردم گذشته، هنوز هم بر همون پاشنه هستیم. یه ده میگن آقا راهکار بدید. خب راهکار همینه. راهکار اینه که آقای فلانی، خانم فلانی، گفتمانتون رو بدید. در گفتمان نشان بدید دال مرکزی شما چیست. دال و مدلول. دال یعنی لفظ، مدلول یعنی اون چیزی که جاش میشینه. مثلا بگی آزادی. دال من آزادی است. مدلولش چیه؟ آزادی مطبوعات، آزادی رسانه ها، آزادی نشر عقاید و افکار، آزادی احزاب و گروه ها. تبیین کنید دال شناورتون چیه. بعضی از این چیزا رو نشنیدن. بهشون بگی این سیاست، این تحلیلگران سیاسی ما از اینا نمیدن چی هست. حداقل اینا رو بیان میکردن که ما بفهمیم. بعد بیاد بگه خب دال خالی چیه، چی ارائه میکنی که جمهوری اسلامی ارائه نمیکنه. اینا رو برای مردم تبیین کن، در مانیفست خودت، در منشور خودت تبیین کن، مردم ببینن. راهکار میخواید، اینا راهکار. اصلا این امروز شروع کنید. یک سال گذشته هیچ کار نکردید. مردم از خیابان ها رفتن خانه. چرا؟ چون دیدن خب نه سازماندهی وجود داره، نه بسیج منابع انسانی وجود داره، نه رهبری متشکل وجود داره، نه یه مانیفستی، منشوری، اصولی، طرحی. یه جایی که پارلمان های اروپا رو بگردید، عکس بگیرید با اون نماینده و با اون نماینده و مصاحبه های بی خود، بنشینید گفتمان خودتون رو بسازید، از طریق رسانه ها به مردم اطلاع بدید، نیروهای اجتماعی رو جمع کنید، بسیج منابع کنید، سازماندهی کنید، برید به سمت اعتصابات به شکل برنامه ریزی شده که رژیم رو دچار انفعال بکنید، عقب برونید. با جزیره گردی و ساحل فلان رفتن و کنسرت فلان رفتن، مگه کسی انقلاب کرده؟ انقلاب مهمترین بخشش ساختن گفتمانه، چیزی که باعث بشه جمهوری اسلامی را از نظر تئوریک در ضعف قرار بده، مردم رو جذب کنه. وقتی شما میگید دموکراسی کلیشه مبتذله، مردم میگن خب چه فرقی بین این آقا میکنه با اون یکی؟ نه که هر دوشون یه جور فکر میکنه. وقتی هنوز نیامده میگید مرگ بر سه فاسد، اون یکی و اون یکی و اون یکی، خب طبیعی مردم میگن از نیامده صحبت از مرگ میکنن.
مانع انقلاب این حرف هاست، این شعار هاست. کسی که اندکی در فلسفه سیاسی نظر داشته باشه گفتمان ها رو فهم کنه میفهمه که این چیزی که شما دارید ارائه میکنی چه اندازه خطرناکه، چون باعث میشه مردم تمایزی احساس نکنن، میگن خب این هست پس من چرا برم در خیابان کشته بشم. وقتی شروع نشده شروع کردن تصفیه حساب‌های گروهی رو، اون خانوم فاسده، اون آقا کلاهبرداره، اون یکی پروژه است، اون یکی فلانه. شما همین فضا رو ببر فردا در درون ایران، مثل خمینی چه کرد؟ شروع کرد از همون اول، آرام آرام احزاب رو تصفیه کرد تا آخر ماند فقط حزب خودش. زمانی که حزب الف رو میکشتن یه ده دست میزدن، زمانی که حزب دوم رو زدن همه دست زدن اون باقی مونده ها، تا رسید به آخری. دیگه آخری دید که خوب کسی نیست که از من حمایت کنه، مرگ دم خانه همه در زن آرام آرام. این فضا در ذهن مردم مونده. یکی امروز در بین اپوزیسیون کسانی هنوز قدرت نگرفته، مرگ بر این میگن، اون یکی رو فاسد میدونن، اون یکی رو فلان میدونن، خب داستان تمامه. جمهوری اسلامی نیاز به دشمن نداره، چون فعلا جبهه جنگ جای دیگری است. گفتمانتون رو بسازید، بیان کنید، تبیین کنید از طریق رسانه ها، نیروهای انسانی، منابع انسانی رو جمع کنید، منابع مالی لازم رو جمع کنید، اعتراضات رو در اروپا گسترش بدید، دولت مردان غربی رو از حمایت جمهوری اسلامی دست بردارن، در درون اعتصابات رو به شکل سازماندهی شده کارشناسی شده، نه اینکه همه برن خونهاشون بمونه، نه، بخشی از اعتصابات کمر رژیم رو میشکنه، نه همه اعتصابات. شروع بکنی و بعد از اون وقتی رژیم در موضع ضعف قرار گرفت به سراغ جذب بدنه نظامی رژیم برید، اما هیچ کاری نمیکنی. و بعد اگه سلیمانی بگه این حرفایی میزنه که برای ما خوب نیست، من دارم شما رو قوی میکنم، میگم اینها راه هاست، منم کشف نکردم، اینها رو اندیشمندان در حوزه های سیاسی و نظریه پردازان انقلاب و اینها بحث کردن در موردش. یک سال گذشته، تو این یک سال پیشرفت داشتیم واقعا؟ برید جلو آینه بایستید ببینید پیشرفت داشتید. بخشیش به خاطر عدم گفتمان. انسان های پوپولیست نیاز به گفتمان ندارن، چون میخوان شعاری بدن مردم همه خوششون بیاد. نمیخوام چیزی بگم یه عده خوششون بیاد، نمیخوام واقعیت ها رو بگم، حقیقت ها رو بگم. اورول یه تعبیر جالبی داره، میگه در اون جامعه ای که مردمش از واقعیت ها فاصله گرفتن، کسی که واقعیت ها رو بگه منفور میشه. و این فضا متاسفانه فراهم شده. خب بحث پوپولیسم رو در آینده ادامه خواهیم داد، چون بحث بسیار مهمی است و امروز مبتلا به جامعه ما هم هست، تا این ریشه ها رو بشناسیم و مرتکب این خطا نشیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشم، موفق و پایدار باشید. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمیتواند، بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهم. همانطور که عرض کردم اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی یا درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه.